15 نماینده مجلس ایران از وزیر اطلاعات درباره پروژه پرسیدند که گفته می شود سپاه پاسداران برای تخریب حسن روحانی آغاز کرده است. قوه قضاییه ایران یک جوان دیگر را به اتهام توهین به مقدسات به اعدام محکوم کرد و برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری در تونس پس از بهار عربی. همه اینها در این برنامه صفحه 2 آخر هفته. سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. گزارشی که هفته گذشته در سایت خبری سهام نیوز منتشر شد وقتی توجه زیادی را به خود جلب کرد که گروهی از نمایندگان مجلس ایران سوالاتی را درباره آن از وزیر اطلاعات پرسیدند. در گزارش سهام نیوز با ذکر جزئیات دقیق از پروژه‌ای صحبت شده بود که این سایت خبری مدعی است توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران علیه دولت حسن روحانی کلید خورده است. با گذشت بیش از 10 روز از انتشار این گزارش، تنها واکنش رسمی به آن سوال 15 نماینده مجلس از وزیر اطلاعات است که از دید بسیاری از تحلیلگران احتمالاً میتواند به معنای تایید ضمنی محتوای گزارش باشد. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی که از پاریس با ماست و روح الله زم، فعال سیاسی در طول برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. اما پیش از آغاز بحث گزارشی خواهیم دید از همکارم مریم افشنگ. سپاه پروژه تازه برای تخریب دولت حسن روحانی. سهام نیوز میگوید سازمان اطلاعات سپاه برای زمینگیر کردن دولت وارد فاز اجرایی شده. منابع دیگر این گزارش سهام نیوز را تایید نکردند، ولی 15 نماینده مجلس ظاهراً آن را آنقدر مهم یافتند که در مورد آن وزیر اطلاعات را مورد سؤال قرار دهند. آنها طی نامه‌ای از محمود علوی وزیر اطلاعات پرسیدند آیا اصل این گزارش را تایید می‌کند؟ همچنین پرسیدند چه نهادی اقدام به این حرکت به گفته آنها مغرضانه و خلاف تدبیر کرده است و چگونه و توسط چه کسانی این گزارش به دست رسانه‌های به گفته نمایندگان مجلس ضد انقلاب رسیده است. در آخر هم از وزیر اطلاعات پرسیدند برای شناسایی مجازات کسانی که این گزارش را تهیه و منعکس کردند چه کرده؟ بخشی از سوال نمایندگان مجلس میتونه به نوعی تسویه حساب باشه با آقای علوی به دلیل درگیری قبلی که با ایشون درباره حضور یکی از همراهانشون در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داشتن، ولی عملا تبعات این سوال به معنای تایید گزارش منتشر شده درباره اطلاعات موازی خواهد بود. گزارش سهام نیوز از وبسایت‌های مخالفان حکومت ایران نوشته سازمان اطلاعات سپاه مراکز امنی برای جنگ روانی و تهیه گزارش‌های تخریبی علیه دولت تأسیس کرده. سهام نیوز در گزارشی دو قسمتی مدعی شده که حسن روحانی از تخریب علیه دولت با آیت الله خامنه‌ای شکایت کرده و آقای خامنه‌ای هم در پاسخ به رئیس جمهور گفته که سپاه از او فرمان نمی‌برد. طبیعتاً اصل وجود اطلاعات موازی در این سطح هم بدون هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی ممکن نیست و چون به هر حال اگر چنین چیزی وجود داشته باشه هم به لحاظ ساختاری باید با هماهنگی ایشون انجام بشه و همیشون به لحاظ شخصیتی معمولاً در مواردی که نظر مشخصی دارن به طور صریح نظرشون رو بیان میکنن. در فراز نشیب‌های بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، سپاه البته بر حمایت از دولت تاکید کرده. از همه دولت‌ها سپاه حمایت می‌کنه. دخالت نظامیان در مسائل سیاسی همواره از دغدغه‌های بسیاری از چهره‌های حکومتی بوده که مدام خواستار عقب راندن نظامیان از سیاست شدند. لزومی ندارد حتما سپاه در عرصه سیاسی بره به پاسداری بپردازه، اما باید عرصه سیاسی را بشناسد. اگر شکایت آقای روحانی پیش آقای خامنه‌ای صحت داشته باشد، این اولین بار نیست که رئیس جمهوری در ایران از دخالت نهادهای نظامی در امور اجرایی شکایت می‌کند. دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی آبستن اتفاقات و بحران‌های زیادی بود. نقطه اوج آن در 18 تیر ماه سال 1378 با حمله به کوی دانشگاه اتفاق افتاد.
اغلب بحران‌ها با سازماندهی و از سوی مخالفان محافظه‌کار و نظامی دولت سامان داده می‌شد، تا جایی که به تعبیر آقای خاتمی برای دولت او هر 9 روز یک بحران ایجاد می‌کردند. با توجه به واکنش نمایندگان مجلس به گزارش سهام نیوز، باید دید آیا دولت وارد کشمکشی دیگر با مجلس می شود یا این بار بحرانی جدید بین دولت و سپاه در شرف تکوین است. متشکرم از همکارم مریم افشنگی و ممنون از مرتضی کاظمی و روح الله زم که وقت خودشون رو در اختیار ما گذاشتند. آقای زم، شما قبل از انتشار این گزارش در وبسایت سهام نیوز از محتوای اون مطلع بودید، چگونه تونستید صحت این گزارش رو احراز بکنید؟ بله، گزارشی رسیده بود به وبسایت سهام نیوز، تقریبا مال 2 ماه گذشته بود این گزارش و در مقاطعی قرار بود این گزارش منتشر بشه، اما به دلایلی ترجیح داده شد که این اتفاق نیفته. عمده بحث این بود که منابعی در ایران باید صحت این گزارش رو تایید بکنند. دوستان سهام که از دوستان قدیمی من هستند این تشخیص رو دادن که این گزارش در اختیار من قرار بگیره و ظرف 1-2 ماه نسبت به تایید گزارش اقدام بشه. من هم یکی از منابعی بودم که روی گزارش کار کردم، طبیعتاً منابع دیگری هم بودند که صحت گزارش رو تایید کردند با توجه به ارتباطاتی که داخل ایران داشتند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که این گزارش منتشر بشه. آقای کاظمیان، سوالی که نمایندگان مجلس پرسیدن، اولین سوال اگر اشتباه نکنم این هست که آیا وزیر اطلاعات صحت این گزارش رو تایید میکنه یا نه؟ طبیعتاً این سوال برای خواننده پیش میاد که اگر اینها نتونستن صحت این رو احراز بکنن، چرا اصلا سوال پرسیدن از وزیر و آیا اصولا نفس طرح این سوال به معنی تایید ضمنی اون هست یا خیر از دید شما؟ این نامه‌ای که منتشر شد و بازخواستی که نمایندگان مجلس کردن از وزیر اطلاعات به نظر من بیشتر مهر تایید و صحت گذاشت روی گزارش منتشر شده. من البته مایلم اشاره کنم که این گزارش شاید چیز فوق‌العاده‌ای رو در بر نداشته باشه مگر یک سری اسامی و جزئیات که به هر حال برای افرادی که کار اطلاعاتی امنیتی میکنن یا کسانی مثل خود آقای روحانی میتونه خیلی واجد اهمیت باشه. اما اینکه سازمانی به نام اطلاعات سپاه پروژه‌های مستقل خودش رو داره و اهداف سیاسی خودش رو تعقیب میکنه به نظر من یک چیز مفروض بود در جمهوری اسلامی و اگر بپذیریم همدل باشیم با این تحلیل که ما در ایران با یک حکومت نظامی غیر رسمی و غیر علنی روبرو هستیم که رأس امنیتی سپاه با هسته اصلی قدرت، یعنی اونجایی که آقای خامنه‌ای حضور داره و فعال هست، اینها پروژه های خودشون رو پیش میبرن و خودشون رو متولی انقلاب اسلامی، به تعبیر دقیق تر متولی نظام جمهوری اسلامی میدونن، طبیعتاً این دست اقدامات یا فعالیت‌های سازمان اطلاعات سپاه قابل پیش‌بینی خواهد بود. یعنی در مراحل مختلف اطلاعات سپاه در کنار وزارت اطلاعات راهبردهای خودش رو تعقیب کرده. نفس این که با وجود وزارت اطلاعات در قوه مجریه یک سازمانی به نام اطلاعات سپاه وجود داره، این خودش به اندازه لازم پرسش برانگیز هست. یعنی نشون میده که هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به وزارت اطلاعات اعتماد کافی نداره، صرف نظر از اینکه اطلاعات خاتمی است، اطلاعات احمدی نژاد یا اطلاعات روحانی تفاوتی نمی‌کنه. اونجایی که آقای خامنه‌ای و هسته اصلی قدرت اعتماد می‌کنن، همون جایی است که گزارش‌های سازمان اطلاعات سپاه داوری می‌کنه و متأسفانه در مقاطع مختلف این جریان پروژه‌های سیاسی امنیتی خودش رو تعقیب کرده، مثلا برخوردی که با نیروهای ملی مذهبی شد در سال 79-80 با وجود اینکه اطلاعات آقای خاتمی نظر متفاوتی داشت، یا سرکوب که متوجه فعالان سیاسی شد در انتخابات 88 و حوادث پس از اون که کاملا مشخص بود یک پیوندی بین اطلاعات سپاه و اون هسته اصلی قدرت و شخص آقای خامنه‌ای وجود داره.
آقای زمدر، گزارش سهام نیوز، مجموعه اطلاعاتی که اونجا داده میشه، این تحلیل ازش همینطور شده در وبسایت که این فعالیت ها برای تخریب دولت آقای روحانی است، ولی وقتی اقداماتی رو که انجام شده میخونیم، کلیاتش این هست که دفاتری تأسیس شدن که بررسی میکنن عملکرد دولت رو، وزارتخونه های مختلف رو، و برای اونها برحال، یعنی در حول اونها حالا اخبار و خبررسانی یا موارد دیگر. پرسش من این هست که تدقیق و بررسی وزارتخونه های مختلف، هستن فرض کنیم که دولت سایه‌ای تشکیل شده باشه، چرا ضرورتا این رو باید تخریب دولت دانست؟ ببینید، از سال 1388 به بعد سپاه با توجه به اختیاراتی که از زمان بحران بعد از کودتا انتخاباتی به دست آورده بود، طبیعتاً دنبال این بود که این اختیارات را از دست نده و با توجه به شرایطی که در کشور وجود داره، میشه این تعبیر رو داشت که سپاه باید عملکرد خودش رو برای روی بحرانسازی و ایجاد بحران قرار بده تا بتونه اوضاع رو کنترل بکنه. طبیعتاً سال 88 این زمینه رو برای سپاه ایجاد کرده بود که سپاه بتونه اختیارات خودش رو در کشور گسترش بده و بتونه با توجه به مصوباتی که شورای عالی امنیت ملی داشت در اون زمان، بر تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی کشور بتونه حاکم بشه. اما اینکه چرا این گزارش تعبیر شده به اینکه سپاه در حال تخریب دولت آقای روحانی هست، فکر میکنم بخش عمده‌ای از فعالیت و کارکردهای این خانه‌های امن که با الگوگیری از خانه‌های تیمی زمان ابتدای دهه 60 انجام شده و ایجاد شده، این هست که اکثر مراکز سازماندهی اقدامات تخریبی علیه دولت توسط این 7 خونه امن انجام می شده. اکثر بولتن سازی ها توسط این 7 خونه امن انجام می شده و ما اصلا در این خونه های امن یکی دو تا خونه امن هستش که وظیفه رصد نقل و انتقالات مدیران دولت رو بر عهده داره. یعنی اینکه یک جایی یک مدیری رو دیدند که جزء افراد خودشون هست و از نظر فکری نزدیک به ساختار سپاه و نیروهای امنیتیه و طبیعتاً مدیرانی که وارد دولت جدید شدن به دنبال نقل و انتقال اون افراد ممکنه باشن و سپاه اخلال ایجاد می‌کرده در این کار. یا به فرض ما میبینیم که زمانی که آقای روحانی سال گذشته از نیویورک برمیگرده، میبینیم تو فرودگاه به ماشین ایشون حمله میشه و با سنگ. و ببینید، وظیفه سازماندهی اقدامات تخریبی علیه دولت بر عهده این 7 خونه امن بوده و تعبیر دیگه ای رو نمیشه براش به کار برد که آیا این دولت در سایه‌ای که سپاه تشکیل داده برای کمک به دولت بوده. نه، طبیعتاً به خاطر اقدامات تخریبی علیه دولت بوده و اون ضعف و اون برد شکننده‌ای که آقای روحانی در انتخابات سال 92 داشته، طبیعتاً در انتخابات بعدی ممکنه نمود عینی پیدا بکنه با این فعالیت‌های تخریبی. آقای کاظمیان، در بخشی از این گزارش می‌خونیم که محتوای اون رو آقای روحانی در دیدار با آیت الله خامنه ای هم مطرح کرده. با آیت الله خامنه ای نقل به مضمون میکنم، گفته ای از ایشون نقل شده مبنی بر اینکه این کارها رو سپاه انجام میده و من کنترلی روش ندارم. تحلیل شما از این بخش گزارش چه هست؟ خب این واقعا داوری در مورد این نقل قول خیلی دشوار هستش، اما به نظر میرسه که با توجه به شناختی که از آقای خامنه ای هست در تمام این سالهای گذشته، یک، به جهت حقوقی قابل پذیرش نیستش که به حال آقای خامنه ای ابراز بی اطلاعی کنه و مسئولیت این دست اقدامات رو کاملا متوجه سپاه کنه. جالب توجه است در یک سندی که این مهم هست در سهام نیوز منتشر شده، آقای زیغمی به عنوان معاون بررسی و عملیات روانی سازمان اطلاعات سپاه منصوب میشن. در این حکم اومده که امید است با پیروی از فرامین، تدابیر و منویات ولی امر مسلمین و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای وظایف محوله را به نحو شایسته‌ای به اتمام برسانید. در همین حکم
رونوشت به برخی مراکز زده شده از طرف سردار جعفری فرمانده کل سپاه، رونوشت شده از جمله به نماینده ولی فقیه در سپاه. یعنی به هر حال این اتفاقاتی که در سازمان اطلاعات سپاه در حال وقوع هستش بدون توجه و اطلاع آقای خامنه‌ای منتفی هست، رئیس سازمان اطلاعات سپاه آقای طائب بدون نظر مستقیم آقای خامنه‌ای منتخب و منتسب نمیشه، چنان که وزیر اطلاعات دولت روحانی و دیگر دولت‌ها بدون نظر آقای خامنه‌ای انتخاب نمیشن. و من مایلم به یه نکته هم اشاره کنم که بعد از حوادث سال 88 زمانی که البته ما در ایران بودیم یک خبر جالبی در برخی محافل و کانون‌های سیاسی پخش شد که برخی از چهره‌های ارشد نظام از آقای خامنه‌ای پرسیده بودند که چرا کسی مثل آقای طائب یا آقای نقدی در صدر این چنین دستگاه‌ها حضور دارن و طبیعتاً نقش خشونت‌آمیزی در برخورد با مردم ایفا می‌کنن. اونجا آقای خامنه‌ای مطابق این خبر گفته بود که در حال اینها اتفاقا به درد این شرایط میخورن. یعنی با وجود اینکه آقای خامنه‌ای اطلاع داره از روحیات آقای طائب یا کسی مثل آقای نقدی، اما اینها رو در صدر سازمان اطلاعات سپاه یا سازمان بسیج و دیگر نهادها تعامل میکنه و خودش منتسب میکنه. و فراموش نکنیم که چنان که عرض کردم این حکومت نظامی در پیوند تعاملی با شخص رهبر جمهوری اسلامی به هر حال راهبردهای خودش رو تعقیب میکنه. من اون بخشی که آقای زم گفتن که نقش تخریبی، من مایلم این روی مقداری بستش بدم اینجا که سپاه یا اون هسته اصلی، بله هسته اصلی قدرت، فقط الزاماً نقش تخریبی نداره. اونجایی که پروژه های دولت رو یا دیگر ارکان مثل مجلس رو همسو با راهبرد خودش ارزیابی کنه طبیعتاً معید اون هست. اونجایی که به هر حال ببینه که این راهبردها متناسب نیست با همسو نیست با راهبرد خودش، مقاومت میکنه و طبیعتاً حتی اختلال میکنه. و رقابت جریان های سیاسی یک بحث هست، استفاده از درآمدهای نفتی یا درآمد بازار ارز در پروژه های سیاسی کاری که سپاه داره میکنه و اون رأس امنیتیش چیز دیگری است که خب این باعث میشه آقای روحانی هم واکنش نشون بده، چنان که در نیمه مرداد اعلام کرد که اقلیتی تخریبگر از اتاق فکر وارد فاز عملیاتی شدن و به نوعی ابراز نارضایتی کرد. آقای زم، معمولا از کارنامه آقای روحانی رو وقتی نگاه میکنیم خیلی اهل طرح و بحث این گونه مسائل در عرصه عمومی نیست و به تعبیری از جنجال، حالا اگر اسم این مسائل رو جنجال بشه گذاشت، دوری میکنه. فکر میکنید که با توجه به اینکه به هر حال اتهاماتی هم مطرح شده مبنی بر اینکه احتمالاً این گزارش از مثلا دفتر ریاست جمهوری آمده بیرون یا مواردی دیگر از این دست، چقدر میشه این نوع احتمال ها رو واقعا قرینه به واقع دانست؟ ببینید، اتفاق عمده‌ای که افتاد این بود که بعد از انتشار این گزارش هیچ گونه واکنشی نسبت به اون نشون داده نشد. البته منابع دیگری در ایران بعد از انتشار این گزارش به من لحظه به لحظه گزارش می‌دادند که این گزارش الان در چه نهادی در حال توزیع هست و چه اتفاقی افتاده و چه واکنش‌هایی رو به دنبال داشته. من با دوستانی که حالا تو سهام هستن و ارتباط دارم این گزارش ها رو لحظه به لحظه بهشون منعکس می کردم و واکنش مجموعه تصمیم گیر در ایران به این شکل هست که به من نشون میده که این گزارش صحت داره و نمیتونه که گزارشی باشه که قابل اعتنا نباشه و منابعی این گزارش رو به صورت دروغ گفته باشن. تشکیل جلسات مختلفی شده در شورای عالی امنیت ملی، در سازمان حفاظت سپاه پاسداران، در مجلس شورای اسلامی و این جلسات رو، ساعتش رو، تاریخش رو، اینها رو خب دوستانی بودن در ایران که میگفتن و ما هم اطلاع میدادیم به دوستان شورای سردبیری سهام. اما اینکه اتفاق بزرگی که افتاد این بود که 15 نماینده‌ای که از مجلس شروع کردن و طرح سوال کردن از آقای علوی، این 15 تا نماینده در حقیقت فکر میکنم اکثریتشون از اعضای سابق سپاه پاسداران بودند و سبقه نظامی و امنیتی داشتند و به همین جهت سوال رو اینها مطرح کردند و میخواستن بار این گزارش رو روی دوش دولت بندازند و طوری القا کنند که دولت روحانی این گزارش رو به رسانه‌های خارج از کشور منتقل کرده. با توجه به همون روحیه که شما فرمودین آقای روحانی داره، طبیعتاً که ایشون این کار رو نمی‌کنه و مجموعه دولت به دنبال جنگ و جدل با نهاد قدرت
قدرتمندی مثل سپاه نیست و سعی میکنه با تعامل کارهای خودش رو به پیش ببره. اما اتفاقی که افتاد این بود که سهام بعد از اینکه آقای علوی احضار شد به مجلس برای پاسخگویی به چهار تا سوال نمایندگان، یک حکمی رو از آقای ضیغمی منتشر کرد که ملقب بود به سردار مشفق و سابقه جنگ روانی هم داشته. ایشون در انتخابات سال 88 و فایل های صوتی منتسب به ایشون موجود در شبکه های اجتماعی، و در حقیقت دوستان سهام استدلالشون این بود که ما این حکم رو منتشر کردیم تا غیر مستقیم به نمایندگان مجلس، به دولت آقای روحانی و به سپاه پاسداران بگوییم که این گزارش از طرف دولت آقای روحانی برای وبسایت سهام نیوز ارسال نشده، و اگر دوستان به دنبال این هستن که بار این گزارش رو به دوش دولت آقای روحانی بندازن، طبیعتاً این سوال بزرگ جای طرحش باقیه که حکم انتصاب آقای ضیغمی 50 روز بعد از مراسم تنفیذ آقای روحانی به چه دلیل در اختیار سهام قرار گرفته و از کدام ارگان و از کدام نهاد داخلی این گزارشات به بیرون از کشور در حقیقت سوق داده شده و منتقل شده. آقای کاظمی، اگر بخواید خطر بکنید و پیش بینی بکنید پاسخ احتمالی وزیر اطلاعات به این ماجرا، فکر میکنید که آقای علوی چه خواهند گفت؟ بله. خب طبیعتاً با روحیاتی که از آقای علوی شناخته شده هست تا حالا و رفتاری که ایشون نشون داده از خودش، من گمان می‌کنم که تلاش خواهد کرد برای تعامل با این نمایندگانی که ماهیت نظامی امنیتی دارن، عمدتاً متعلق به اردوگاه راست افراطی هستن، و البته مشخص هستش که این گزارشی که تهیه شده کار یک نهاد امنیتی هست، و چنان که اشاره کردم اون نهاد امنیتی خب یک امنیت یک جزء وزارت اطلاعات نخواهد بود، زیر مجموعه های قوه مجریه، و چگونگی درز اون اگر البته صحتش قطعی بشه، اون دیگه طبیعتاً با توجه به عرض طولی که دستگاه قوه مجریه داره به نظر من یک اتفاق محتمل هست، اونم در عصر ارتباطات. اما این مشکلی رو به نظر من حل نخواهد کرد، نه از جریان راست افراطی نه از دولت آقای روحانی. یعنی شخصی مثل آقای روحانی در صدر قوه مجریه با توجه به کارنامه امنیتی که خودشون داره، یعنی سالها در شورای عالی امنیت ملی حضور داشت آقای روحانی، به نظر من اشراف داره به ابعاد اطلاعات سپاه و فقط باید اون وجه هنرمندانه و سیاستمدارانه رفتار خودش رو در بویژه تعامل با رهبر جمهوری اسلامی تنظیم کنه تا بتونه اون بخش از رفتارهای توأم با مقاومت و اختلال اطلاعات سپاه رو مهار و کنترل کنه. و البته فراموش نکنیم که حدود 15-16 ماه بعد از ریاست جمهوری آقای روحانی، هنوز آقای روحانی در وزارت اطلاعات صحبت نکرده و هنوز وزارت اطلاعات آقای روحانی کاملا و یک دست در اختیار آقای روحانی نیستش، و نیروهایی که همسو هستن با آقای مصباح یزدی، با احمدی نژاد، با راست افراطی همچنان حضور دارن در وزارت اطلاعات، و این در احضارها و تهدیدهایی که بیش کنشگران سیاسی مختلف این پیغام داده شده از طرف وزارت اطلاعات که تصور نکنید چیزی تغییر کرده، و این مشکلی است که آقای روحانی هم با وزارت اطلاعات خودش داره و هم متاسفانه با سازمان اطلاعات سپاه که عملا بازوی اطلاعاتی امنیتی هسته اصلی قدرت هستش، و این کار آقای روحانی رو برای پیشبرد برنامه های خودش به ویژه در حوزه توسعه سیاسی با مقاومت و پرسش های جدی روبرو میکنه. مرتضی کاظمیان و روح الله عزم، بسیار متشکرم از هر دوی شما. هفته گذشته دیوان عالی کشور حکم اعدام سهیل عربی را تایید و آن را به اجرای احکام فرستاد. سهیل عربی وبلاگ نویس 29 ساله است که به اتهام توهین به مقدسات، از جمله انتشار مطالب اهانت‌آمیز به پیامبر اسلام در فیسبوک، به اعدام محکوم شده است. وکیل و خانواده آقای عربی میگویند او نویسنده این مطالب نبوده و به دلیل بازنشر یا نقل قول مطالبی که ضد دین و یا توهین به پیامبر تلقی شدند به اعدام محکوم شده. نسترن نعیمی همسر سهیل عربی در گفتگوی کوتاهی با بی بی سی فارسی ماجرا را اینطور توضیح داد. ما ملاقات حضوری داشتیم، شرایط خیلی سخت بود چون ما اصلا فکر نمی‌کردیم که حکم تایید بشه. من مجبور شدم به خاطر
که سوهیل بهش بگم در جریان حکم باشه، قریب به یک سال پیش یعنی 15 دی پارسال سوهیل توی خونه بازداشت شد توسط اطلاعات سپاه. البته ما موقع نمیدونستیم و یه مدتی دست درالف سپاه بود، یه مدتی سنفرجه ریسونا بود، یعنی 4 هفته فکر میکنم، یعنی مجموعاً 8 هفته. و وقتی بهش تفهیم اتهام شد، تفهیم اتهامش مبنی در تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقدسات اسلام صد پرونده براش تشکیل شد. پروندهش 27 خرداد به شعبه 76 کیسری ارسال شد. 27 خرداد یعنی 27 خرداد دادگاهش بود. توسط 4 مستشار یه قاضی مورد بررسی قرار گرفت که متاسفانه صرفا پستایی که سوهیل اجتماعی میذاشت و هنوز گردن گرفته و در مورد پرونده صف و نبی که بهش تفهیم اتهام شده سوهیل همش اینو تاکید داره روش که صرفا نقل قول بوده و به تحت شرایط خوبی اقرار نکرده و تنها مدرکی که دارن صرفا صفحات پرینت شده صفحه فیسبوک سوهیل و تکانرهی که حالا در شرایط سوهیل انجام داده. سهیل عربی همونطور که اشاره شد به اتهام توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده. حسن یوسفی اشکبری پژوهشگر دینی با ماست در این بخش برنامه. آقای اشکبری، شما به عنوان یک فقیه، به عنوان یک عالم به احکام اسلامی، حکم سب نبی، آنچه که در پرونده آقای عربی مطرح شده، توهین به مقدسات یا توهین پیامبر اسلام چه هست دقیقا؟ با سلام به شما و همه بینندگان، اول باید از یک طرف ابراز تأسف کنم از چنین احکامی که در یک نظام به اصطلاح اسلامی و فقهی صادر می شود و ثانیاً آرزو کنم که این جوان به زودی رفع مشکل بشه، رفع اتهام بشه و به سلامتی به آغوش خانواده‌اش و جامعه برگردد. اما در مورد اتهام سب النبی که در فقه مطرح شده و البته در گذشته چندان مورد استفاده قرار نمی گرفت، ولی در دوران جمهوری اسلامی به کرات مورد استفاده قرار گرفته و چه بسا افرادی به این اتهام محاکمه شده، محکوم شده و احیانا محکوم به اعدام شدن. اما این اتهام به واقع از نظر تاریخی سابقه خیلی چندان زیادی نداره. ببیشه در صدر اسلام ما چنین چیزی رو نمیبینیم. سند و مدرک و به هر حال منبع مهم دینشناسی ما قرآن مجید است. در حال در قرآن نه چیزی ما به نام ارتداد داریم، البته ارتداد هست ولی حکم مجازات ارتداد، مجازات سیاسی یا کیفری برای مرتد در نظر گرفته نشده. نه چیزی به نام سب النبی داریم، نه چیزی به نام توهین به مقدسات داریم. با دید تاریخی که من به قضیه نگاه میکنم، این مسئله برمیگردد به پیوند دین با قدرت و از روزی که دین ابزار قدرت شده، ایدئولوژی رسمی حکومت و دولت و دستگاه خلافت شده در تاریخ اسلام، این گونه سوء استفاده ها از دین و ابزارسازی از دین برای سرکوب دیگر اندیشان همواره مورد استفاده قرار گرفته و شاید سرآغاز این مواجهه و این پیوند نامقدس رو می توانیم در جریان رده در همون ماهای اول بعد از رحلت پیغمبر اسلام ببینیم که خلیفه اول یه دی رو به عنوان اینکه دین رو انکار کردن یا زکات ندادن و این زکات ندادن رو به عنوان مخالفت با اسلام و دین و خلافت اسلامی تلقی کرد و تفسیر کرد و در نتیجه سرکوب دگراندیشان را به صلاح آغاز کرد. بنابراین میخوام بگم که از نظر منابع دینی ما چیزی به نام سب النبی نداریم تا چه رسه به مجازاتش، اونم مجازات مرگ. چون اگر هم برفست کسی هم به پیامبر توهین کنه، که البته کار غلطی هست، توهین نسبت به هر کسی کار غلط و ناروایی هست، ولی در این حال مجازات مرگ یه چیز کاملا نامعقولی است. ما یه اصل عقلایی داریم که در فقه هم پذیرفته شده و اونم تناسب مجازات هست با جرم، و این جرمی هم اتفاق افتاده باشه مجازات اعدام براش نیست. بنابراین اگر بیایم این رو در بستر تاریخی خودش فهم کنیم و تفسیر کنیم،
به گمان من این نوع مسائل و این نوع استفاده ها از این جور مفاهیم، مفاهیمی که خود ساخته است، در تاریخ ساخته شده از برساخته های فقیهان، فقیهان مرتبط با حکومت یا خلفا در طول تاریخ به وجود آمده، به نظر من این در پیوند با قدرت است که معنی پیدا میکنه. آقای اشکبری، اگر چنین چیزی اعدام به خاطر توهین به مقدسات در اصل اسلام اونطوری که شما اشاره فرمودید وجود نداره، پس در اون صورت چرا چنین احکامی در ایران داره صادر میشه و اتفاقا داره بیشتر هم میشه؟ یعنی به خاطر داره چند وقت پیش هم حکم مشابهی بود و چرا ما شاهد افزایش روند صدور چنین احکامی هستیم؟ خصوصا اخیرا بحث محاکمه به خاطر بدعت در دین هم داره مطرح میشه. بخشی از مطالبی که در گذشته گفتم پاسخ شما هست، یعنی بحث اگر به دو قسمت تقسیم بکنیم تا حدودی پاسخ شما روشن‌تر خواهد شد. یکی بخش منابع معرفتی و منابع فقهی و دینشناخت ما هست و بخشش هم برمیگردد به میراث تاریخی ما. اون بخشی که به دین و منابع دینی برمیگردد، همونجوری که اشاره کردم، هیچ سندی، هیچ مدرکی، هیچ گواه تاریخی، هیچ نشانه تاریخی ما نداریم. مثلا پیغمبر اسلام کسی رو به عنوان این که مثلا بهش توهین کرده او رو مجازات کرده باشه تا چه رسه محکوم به مرگ، در حالی که کاملا اسناد و مدارک تاریخی و منابع و گزارش‌های تاریخی دقیقا خلاف این رو میگه. و خود آقایون بارها تا حداقل پیش از انقلاب در ایران وعاظ ما، روحانیون ما، علمای ما گفتند و نوشتند و به مردم آموزش میدادند که پیغمبر این همه مورد آزار جسمی قرار گرفت، مورد توهین قرار گرفت، اون جوان یهودی بر سر پیغمبر خاکروبه میریخت و پیغمبر نه تنها او رو به متعرض اون نشد، مجازاتش نکرد، بلکه یک روز دید که پیغمبر دید که اون جوان اون روز خاکروبه بر سرش نریخته، مزاحمش نشده. از همراهانش پرسید این جوان کجاست؟ گفتن مریض شده. گفت خب پس اول بریم به عیادت او و بعد بریم دنبال کارمون. و پیغمبر میره به عیادت او اونچنان که در کتاب‌های تاریخی نوشتن و اون جوان منفعل میشه و به هر حال مسلمان میشه به دست پیغمبر. خب اینا رو ما در اسلام میگفتیم و میخوندیم و به مردم آموزش میدادیم. بنابراین در زمان پیغمبر توهین بوده، جسارت بوده، آزار جسمی بوده، همه اینا بوده، اما پیغمبر کسی رو مجازات نکرد به خاطر این قضایا. بعدن هم حتی در دوره خلفای راشدین این رو ما نداریم. به ویژه برای ما شیعه که خلافت و حکومت علی ابن ابی طالب برای ما الگو هست، در طول کمتر از 5 سال حکومت پیغمبر، حکومت علی، این همه مورد توهین قرار گرفت، این همه مورد سب قرار گرفت، ولی کجا دیدیم که علی مثلا کسی رو مجازات کرده باشه؟ از جمله اون سب هایی که و دشنام هایی که خوارج به علی میدادن، اینا رو ما نداریم. و البته لعن و دشنام اتفاقا در سنت خود صحابه وجود داشته، ولی در این حال همدیگر رو مجازات نکردن. مثلا ما در منابع تاریخی داریم که بعد از قتل محمد ابن ابی بکر به دست معاویه و امرأس در مصر، عایشه مدت‌ها در قنوت نماز معاویه و امرأس رو لعنت می‌کرد. بعد از ماجرای صفین و داستان حکمیت که علی به شدت آزرده بود، اونچنان که در برخی از منابع آوردن، علی در قنوت نماز مدت‌ها معاویه و ولید ابن عقبه و امرأس رو لعنت می‌کرد. بعد از این ماجرا و به خصوص بعد از شهادت علی، میبینیم معاویه مدت‌ها عرض کنم علی رو در قنوت نماز دشنام میداد و سب میکرد و بعد این رو هم یک سنت رایجی کرد که فرمانروایانشون، کارگزارانشون به خصوص در عراق، در کوفه و بصره مردم رو وادار میکردن که علی رو رهن کنن. اینا رو ما در سایر تاریخ اسلام داریم، یعنی نمونه های سب و دشنام گویی رو داریم، اما در این حال نداریم که کسی رو به خاطر سب به کسی یا پیغمبر یا صحابه یا خلفا مجازات کرده باشن، اونم کمترین مجازات، نه در حد اعدام. این نظر منابع تاریخی. اما از نظر پیوند این جور مفاهیم و مسائل و نحوه استفاده از اینها، همون جوری که اشاره کردم، این برمیگردد به قدرت، برمیگردد به پیوند دین و قدرت. و حالا شما که میپرسید چرا در جمهوری اسلامی اینا باب شده، دقیقا پاسخش این است که امروز جمهوری اسلامی که مجهز به اسلام شده و مجهز به فقه شده و آیت الله خمینی فرمودن که فقه برنامه عملی حکومت است. حالا در فقه آقایون چون مسئله سب النبی هست، این یک بهانه شده، یک ابزار شده برای سرکوب دیگر اندیشان، به ویژه دیگر اندیشان مذهبی
که به هر حال اگر حرفی بزنن، صحبتی بکنن، یه روایت دیگری، یه تفسیر دیگری از قرآن بدن، تفسیر دیگری از سوره یونس بدن، تفسیر دیگری از نمیدونم قصص قرآن بدن، میبینیم که بلا فاصله با یا توهین با مقدسات بهش میدن. و که خود من که به خاطر دو تا حرف من و خود من یکی از مصادیق این ماجرا هستم و خودم شاهد گواه زنده این نوع برخوردها هستم که در مرحله اول حکم ارتداد گرفتم و حکم اعدام وقتی که نقض شد 5 سال حبس به من دادن به عنوان توهین به مقدسات. به چه جرمی؟ فقط به جرم این که گفتم که من روسری یا توسری رو قبول ندارم. حجاب یک امر اختیاری است و به هر حال اگر کسی هم معتقد هست باید آگاهانه و صادقانه به اون عمل بکند. به هر حال الان این که شما میفرمایید بدعت گذاری و امثال اینها وجود داره و از این استفاده میشه برای مجازات دیگران، به نظر من این پاسخش پیوند دین و قدرت است و چیز دیگری نیست. حسن یوسفی اشکوری در بن، بسیار متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. بهار عربی با تونس آغاز شد. ساختار سیاسی بسیاری از کشورهای عربی را زیر و رو کرد و در مواردی به جنگ داخلی انجامید. جان صدها هزار نفر را گرفت و میلیون ها نفر را آواره کرد. در تونس هم بهار عربی دست کم تا امروز عاقبت به خیر شده و چند روز پیش این کشور شاهد برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از سقوط زین‌العابدین بن علی بود. انتخاباتی که اسلامگرایان در آن نامزدی نداشتند و ترجیح دادند بعد از شکست ماه گذشتهشان در انتخابات پارلمانی وارد گود انتخابات ریاست جمهوری نشوند. بررسی انتخابات ریاست جمهوری تونس پایان بخش صفحه 2 آخر هفته خواهد بود با حبیب حسینی فرم، تحلیلگر مسائل سیاسی که از بن آلمان با ماست، و اینجا در استودیو امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب ما را همراهی می‌کنند. متشکرم از هر دو مهمانی که در این بخش برنامه به ما پیوستند. آقای طاهری، با شما شروع بکنیم. چگونه دیدید مرحله اول انتخابات رو؟ مرحله اول از یه نظر مثبت بود، برای اینکه تعداد شرکت کنندگان خوب بود، بحث‌های جالبی درگیر شد بین گروه‌های مختلف و احزاب مختلف و اصولاً نشون داده شد که تونسی‌ها علاقه‌مند هستن به دموکراسی انتخاباتی، یعنی تعیین دولت‌هاشون از طریق انتخابات و تغییر دولت‌هاشون هم از طریق انتخابات. ولی نکته منفی هم وجود داشت و اونی که به نظرم بسیاری از پیام‌های انتخاباتی که مطرح شد روی ترس بنیان گذاری شده بود تا روی امید. مثلا ترس از اینکه مبادا تونس مثل ایران بشه و یه لغتی حتی اختراع کردن براش به اسم تعجیم، یعنی مثل ایران شدن، بله مثل ایران شدن، یعنی تعجیم. و اینکه نمیدونم توریسم اون از بین میره دیگه، کشورهای غربی ما رو راه نمیدن. این تونس یک کشور مدیترانه‌ای است که همیشه سوی نگاهش به طرف جهان غرب بوده. 1 میلیون تونسی در فرانسه زندگی میکنن و تقریبا همین تعداد هم در کشورهای دیگه اتحادیه اروپا میرن و میان. بنابراین ترس از این که منزوی بشن، با توجه به اینکه حزب نهضت، حزب اسلامگرای قدرتمند تونس، نامزدی معرفی نکرده بود، چرا پس هراس از اسلامگرایی؟ برای که اعتمادی به اسلامگرایان نیست، فکر میکنن که اینا یه کلکی تو کارشون هست. من شخصا این فکر رو نمیکنم، یعنی فکر میکنم حزب نهضت واقعا میخواد وارد بازی دموکراتیک بشه و رهبرش رو خوب میشناسم، این سالها در تبعید در اینجا بود، دیده بودمش. بنابراین به نظر من روی ترس بازی کردن چیز خوبی نبود، که یعنی بیشتر جنبه سلبی داشت تا ایجابی. بله، و هیچ کدومم میدونید طرح واقعی برای حل مشکلات اقتصادی اینا ارائه ندادن. حالا بعداً شاید در جریان پارلمانی ببینیم چی میشه. آقای حسینی فرد، مرحله دوم هنوز تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم تاریخ دقیقش روشن نیست، ولی یه زمانی در ماه دسامبر، همین ماهی که پیش رو هست، برگزار خواهد شد. فکر میکنید از این دو نامزدی که رفتند به مرحله دوم، یک فعال حقوق بشر، یک سیاستمدار به هر حال ریشه دار نسبتا مسن سکولاری که رابطه زیادی هم با دولت قبلی، دولت بن علی داشته، کدوم یکی از این دو خواهد تونست پیشی بگیره؟ بستگی داره که توی این فاصله مونده به دور دوم انتخابات تعاملا و معادلات سیاسی چجوری عمل بکنه و کدوم نامزد بتونه بخشی از اون نیروهایی که از دور خارج شدن در این دور اول به خودش جلب بکنه.
جالبش اینه که خب در حالی که توی دور اول نهضه خودش رسما اعلام نکرد که به کی رأی میده، البته خب بدنش به نظر میاد که به آقای مرزوقی رأی دادن. در نظر بگیریم که آقای مرزوقی در انتخابات مجلس که یک ماه پیش برگزار شد، خود حزبش بیش از 70,000 رأی نیاورد، الان 1,000,000 رأی آورده و طبیعیه که بخش بزرگی از این آرام مال النهضه و نیروهای اسلامی باشه. در دور دوم معلوم نیست که حتما النهضه جانب آقای مرزوقی بگیره. به نظر میاد که النهضه با توجه به به اصطلاح اون تعاملی که میخواد در سطح تونس پیش ببره، منتظره که آقای اسپسی حزب ندای تونس ایشون پیشنهاداتی بده راجع به تشکیل دولت. میدونیم که خب در انتخابات مجلس حزب آقای اسپسی یعنی حزب ندای تونس دارای اکثریت شده و اونو میتونه نخست وزیر رو تعیین بکنه. اگر حزب النهضه این اصطلاح امکانو پیدا بکنه که در ائتلاف دولت شرکت بکنه، وزیر وزرایی بهش بدن و به خصوص ریاست مجلس بهش واگذار بشه، اون موقع میشه گفت که رأی النهضه هم شاید بره برای آقای اسپسی و قطعی بشه پیروزی ایشون. اگر نشه اون موقع مشکل داره آقای اسپسی اینکه رأی دیگر رو بتونه جلب کنه. در نظر بگیریم که نیروی سومی که در این انتخابات پیروز شد اون احزاب چپ بودن که به خصوص سر مسائل اقتصادی، هرچند که در مسائل مربوط به سکولاریسم و اینها با آقای اسپسی شاید نزدیک‌تر باشن، ولی در مورد مسائل اقتصادی آنچنان هماهنگی و همراهی و همگامی ندارن. اینه که بتونه اون رأی ها رو جلب کنه یا رأی آقای سلیمی اون نفر چهارم رو بتونه جلب کنه، اینها آنچنان کمکش نخواهد کرد و خود فاکتور حزب النهضه که کدوم طرف وایسه بسیار تعیین کننده خواهد بود. حزب النهضه آقای طاهری همونطور که اشاره شد با اینکه در انتخابات پارلمانی شکست خورد، ولی به هر حال سازمان یافته ترین و منسجم ترین حزب موجود تونس هست و طبیعتاً در معادلات سیاسی میتونه نقش ایفا بکنه. فکر میکنید که در مرحله بعدی حزب النهضه به چه سمتی ممکنه بره و آیا این رفتن با توجه به اون حراس از اسلامگرایی، درست یا غلطش رو کاری ندارم، وجود داره، این میتونه به نفع اون نامزد باشه یا به ضررش؟ ببینید در مرحله دوم مسئله این که کی تشکیلات خوبی داره و میتونه رای دهنده رو بیاره خیلی مهمه. چندین تشکیلات هستن، یکی اتحادیه کارگران مرکزی تونس هست، اوجتته که همیشه خیلی نیرومند بوده و چپ میانه هستش، بنابراین اونا میتونن در رای اثر بذارن. یکی بقایای سازمان امنیت رژیم بن علی هست که اونا هم هزاران یا ده ها هزار تماس و نمیدونم عامل و اینا در سراسر تونس دارن و میتونن جمعیت بیارن. میدونید یعنی وقتی برسه به این کار. یکی دیگه گروه های غیر دولتی هستن، سازمان های زنان، سازمان های حقوق بشری و غیره. یعنی این جنگی خواهد بود بین گروه های متشکل و در این حیث و بحث البته النهضه هم خب همونجور که گفتین متشکل ترین حزب سیاسی است، ولی تنها گروه متشکل نیست. به نظر من اونطوری که تا حالا به نظر میاد بیشتر ترجیح خواهند داد که به آقای مرزوقی رأی بدن، با وجودی که مرزوقی این قبلا چپگرا بوده و مارکسیست و فلان از این حرفا، برای که از این میترسند که رژیم گذشته چه در وجه بورقیبیسمش یا بورقیبه‌ایش و چه در وجه بن علیش دوباره زنده بشه به یه شکلی و در اون صورت هیچ جایی برای یه حزب اسلامی حتی میانه‌گرا مثل النهضه نخواهد بود. در حالی که اگه مرزوقی بشه، چون واقعا یه شخص دموکراتی هست یا لاقل اینطور وانمود میکنه، به طرف تعدد احزاب خواهد رفت. آقای حسینی فرد، حالا از این انتخابات که بگذریم یه مقدار در تصویر بزرگتر رو ببینیم در تونس، بهار عربی در کشورهای دیگه، در غالب کشورهای عربی به هر حال نارامی هایی رو ایجاد کرد که هنوز ادامه داره، در جاهایی به فاجعه هایی تبدیل شد که به هر حال همونطور که در مقدمه گفتم صدها هزار نفر کشته یا آواره شدن. تونس توانست که از این مهلکه به هر حال جان سالم به در ببره تا امروز. چه زیرساختایی در تونس بود که این سرنوشت رو تغییر داد و اجازه نداد که به سمتی بره که کشورهای دیگر رفتن، مثل لیبی، مثل سوریه، مثل مصر؟ مثل چهار تا عامل رو میشه برشمرد در این رابطه. یکی در نظر بگیریم که کلن تونس برای برانداختن مثلا آقای بن علی زیاد پیش نرفت، یعنی خیلی سریع ایشون از قدرت رفت کنار و واگذار کرد.
که کمتر گرچه یه مقدار خشونت برصورت پدید اومد ولی آنچنان خشونت آمیز نشد این مبارزه و سریع آقای بن علی برکنار شد. مسئله دوم اینه که تونس کشور کوچکتری نسبت به لیبی نسبت به مصر و اون ساختار قومی و قبیله‌ای هم درش آنچنان قوی نیست و علاوه تفاوت ها و اختلافات منطقه‌ای هم آنچنان که فرض کنید در لیبی عمل میکنه در این کشور نبوده، یا اون وضعیتی که مثلا در سوریه داریم چیزهای قومی مختلف. در این حال فقر و بدبختی و این مسائل و بیسوادی به خصوص آنقدری که در مصر هستش در سوئد در تونس نیست. یعنی تونس یک سیستم نسبتاً پیشرفته آموزشی داشته از دوره بورقیبه، بگذاریم که این سیستم مشکلات خاص خودش داره، عین ایران فلواقع داره فقط فارغ التحصیل دانشگاهی تحویل میده و اونها هم با مشکل بیکاری بزرگ در مورد فارغ التحصیل ها روبروند. این سه چهار تا عامل به علاوه دخالت خارجی هم واقعیتش اینه که با توجه به اینکه تونس آنچنان اهمیت استراتژیکی مثل فرض کنید مصر مثل سوریه اینا نداشته، خود نیروهای سیاسیش هم اجازه ندادن که دخالت خارجی زیاد بشه و تاثیرگذار عمده بشه. نه اینکه نیست، به صورت همین الانش هم میشه تصور کرد که عربستان و سعودی اینها وایسادن پشت آقای السبسی و نیروهای مثل قطر و ترکیه هم حتما از النهضه و احتمالاً آقای مرزوقی حمایت خواهند کرد. ولی تا حالاش به صورت این تاثیرات تا حد معینی باقی مونده. و آخرین نکته هم شاید جامعه مدنی نسبتاً قوی‌تر تونس بود، یعنی در دوره آقای بورقیبه این حقوقی که داشت، جامعه تشکلی که شکل گرفت، اتحادیه کارگری که حتی از اون دوره منتقل شده، انجمن‌های زنان، در نظر بگیریم تو همین 3-4 سال دعواهایی که بین جناح سیاسی در می‌گرفت، یکی از عاملای تعامل ساز و که میتونست میونجیگری بکنه همین اتحادیه کارگری نسبتاً بزرگ مال دوره آقای بورقیبه و بن علیه. اینها مسائلی بودن، عواملی بودن که تا حدودی مثلا بخت تونس رو بیشتر کردن که از این دوره تقریبا با مسالمت رد بشه. و واقعی طاهری تونس همونطور که اشاره شد به هر حال باثبات ترین کشوری هست که تجربه بهار عربی رو پشت سر گذاشت تا امروز، ولی این به این معنا نیست که با مشکل روبرو نیست. تورم بسیار بالاست، بیکاری رو آقای حسینی فرد اشاره کرده، به این مسئله اقتصادی شاید بشه گفت که اولین ماجرایی هست. من به فرمایش آقای حسینی فرد میخوام یه چیزم اضافه کنم و اون نقش ارتش تونس هست. ارتش تونس بیطرف مونده در جریان سیاسی و یه ارتش حرفه‌ای بوده، مثل ارتش مصر کودتا نکرده علیه رئیس جمهوری منتخب، مثل ارتش سوریه نیامده مردم رو بکشه برای یه رژیمی که مردم نمیخوانش. آقای زین العابدین بن علی خودش رو ژنرال میدونست ولی ژنرال پلیس بود، یعنی حکومتش حکومت نظامی نبود، حکومت پلیسی بودش. بنابراین حضور یه ارتش حرفه‌ای و غیر سیاسی یه عامل بزرگی بود در موفقیت تونس. ولی از نظر اقتصادی البته وضع الان خیلی بده، برای اینکه همونجور که قبلا خدمتتون عرض کردم مردم ترسیده بودن که ریش و حجاب و نمیدونم این چیزا بیاد اونجا، مثلا حمله میکردن به پلاش ها که خانمای توریست خارجی با لباس کامل برن تو آب، میدونی از اینجور چیزا، یا مثلا شکستن مغازهای عرق فروشی فلان، اینا توریسم به طور کلی ناپدید شد. ولی حالا با انتخابات جدید توریسم دوباره زنده خواهد شد. سرمایه گذاران بزرگ تونسی در فرانسه آماده هستند که در اونجا سرمایه گذاری بکنن. پولدارای خیلی زیادی از اصل تونسی در اروپا حضور دارن و اصولا تونس چون همیشه جزء دنیای مدیترانه‌ای بوده، به نظر من خیلی سریعتر میتونه دوباره خودشو زمینی بکنه. یه قرارداد مخصوصی با اتحادیه اروپا داره مثل مراکش، البته نه به خوبی مراکش ولی به هر حال داره، و کل مردم تونس بیشتر علاقه مندن که به غرب بنگره. مثلا یه دفعه که با آقای بورقیبه مصاحبه میکردم یه چیزی گفت که همیشه در ذهنم موند، گفت که از تونس به پاریس 1.5 ساعت، از تونس به مکه 5.5 ساعت. میدونین و تونسی‌ها الان در کشورهای عربی کار نمی‌کنن، در اروپا کار می‌کنن. یعنی پیوند فرهنگی بیشتری با غرب داره به هر حال. آقای حسینی فر، غیر از مقوله اقتصاد، مشکل اقتصاد که به هر حال بهش اشاره شد، چه چالش‌های مهم دیگری فکر می‌کنید که پیش روی تونس و رئیس جمهوری که زمام قدرت رو در اختیار خواهد گرفت هست الان؟ یکی از مسائل مهم خب مسئله امنیتیه. در نظر بگیریم که با توجه به بی‌ثباتیه که در همسایگی تونس، یعنی در لیبی جریان داره و حتی در مرز مشترک با الجزایر بخشی از نیروهای القاعده اونجا متمرکزند، تو این ظرف این 2-3 سال هم تا حدودی خودشون رو نشون دادن در صحنه سیاسی تونس. بعضا ما شاهد یه سری خشونت‌ها بودیم که از طرف همین نیروها بودش. این که امنیت
همین جوری که الان بوده باقی بمونه و بیش از پیش خشونت به داخل تونس کشیده نشه از این طرف این نیروها، و علاوه قدرت گیری سلفی ها در این دو سه سال مقدار مهار بشه. در نظر بگیریم که بیشترین نیروی درون سوریه رو گفته میشه که از تونس هستش، یعنی 2500 تا 3000 تا سلفی دارن در کنار نیروی افراطی در درون سوریه میجنگن. اونم بخشش برمیگرده به همین عدم چشمانداز اقتصادی و ناامیدی که تو بخشی از جوونا هستش، یا میرن به طرف سوریه یا بیان به طرف خودشون رو بزنن به دریا و با خطر خودشون رو برسونن به این بر مدیترانه به اروپا. و مسئله عمده دیگه مسئله قانون اساسی جدید اجراشه. در نظر بگیریم که این قانون اساسی جدید خب یه مقدار تمرکز زدایی کرده، اختیارات بیشتری به مناطق داده. اینه که واقعا این در عرصه عمل چه خواهد، چجوری پیش خواهد رفت، رابطه بین مرکز و مناطق چجوری تنظیم خواهد شد بدون چالش. در این حال اینه که رابطه اون قوه قضاییه که براش استقلالی که در نظر گرفتند به چه صورت پیاده خواهد شد. و به ویژه اینه که در قانون اساسی تونس سیستم نه لزوماً پارلمانی خالصه و نه ریاستیه، یعنی هر دو بخش هر دو قوه یه سری اختیاراتی دارن که اینها میتونه راحت به خصوص در این سالهای اولیه یه ساختار جدید تداخل بکنه. حالا اگر آقای اسپسی رئیس جمهور بشه با توجه به اینکه نخست وزیر هم از حزب ایشونه شاید فعلا خودش رو نشون نده، ولی در مجموع قانون اساسی هست که یه مقدار میتونه به اصطلاح یه سری تشنجا و چالشی رو به وجود بیاره سر محدوده اختیارات هر کدوم از قوا. و مسئله آخرم تفسیر یکی از برخی از بندهای قانون اساسی میتونه بشه، یعنی برخی از بنداش واقعا تفسیر پذیره، برخی بسته به اینکه کدوم نیرو و چه بیاد سر کار و بخواد تفسیرش بکنه میتونه سکولاریسم رو یه مقدار محدود بکنه، حقوق زنا رو محدود بکنه، یا در مورد مسائل مربوط به مناطق هم طور که گفته شد اون اختیارات واگذار نکنه. تفسیر قانون اساسی هم علی رغم اینکه در قانون جدید یه دادگاه قانون اساسی در نظر گرفتن برخلاف دوران قبل که این میتونه میانجی باشه و حل بکنه این مسائل ها، ولی همچنان به عنوان یکی از نقاط بحث انگیز و چالش انگیز میتونه عمل بکنه در این دوران بعد. برای متشکرم جناب حسین فر. آقای طاهری در انتها، فکر میکنه که تجربه موفقی که تونست تا حالا پشت سر گذاشته خواهد تونست درسی باشه برای باقی کشورهای عربی، کشورهایی که به هر حال بهار عربی رو پشت سر گذاشتن، یا اینکه نه کار اونها دیگه از عبرت گیری گذشته؟ نه، من بسیار خوشبین اصلا فکر نمی کنم که تونس استثناء هست. تونس یک الگو هست، منتها این کشورها در مواقع مختلف میرسن به اونجایی که الان تونس بهش رسیده، چون وضع خاص خودشون رو دارن، مشکلات خاص خودشون دارن. ولی دو الگوی دولت عربی که در این 150 سال گذشته شکل گرفته هر دوتا شکست خوردن. یکی الگوی حکومت نظامی و امنیتی بوده، چه چپ چه راست، چه سوسیالیست چه نمیدونم کاپیتالیستش، هر دوتا شکستان. هیچ کی نمیتونه یه رژیمی مثل قذافی رو یا صدام حسین بیاد بفروشه به اعراب. الان یکی هم حکومت‌های سنتی متکی بر اسلام ارتجاعیشون که در کشور خلیج فارس نمیدونم در تا یه اندازه‌ای در سودان و غیره، اونا هم آینده‌ای ندارن. بنابراین عرب در تاریکی در حال حاضر در به در دنبال یه الگوی جدیدی می‌گردند، و این الگوی جدید فقط می‌تونه یه الگوی دموکراتیک باشه، به معنای اینکه مردم حق داشته باشن دولتشون رو انتخاب کنن و حق داشته باشن دولتشون هم برکنار بکنن. و به نظر من در سالهای آینده خواهیم دید که این الگو خواهد تونست که جای خودشو باز بکنه در میان اعراب. همین الان هم هست، یعنی میدونین حتی افراطی ترین گروه های عرب سنتی یا چپگرا یا راستگرا هم ادعا میکنن که ما دموکرات هستیم، میخوایم به رأی مردم. یعنی میدونین اصلا زبان سیاسی داره عوض میشه. در این چند سال گذشته بیش از 200 لغت جدید سیاسی وارد زبان عربی شده، چون میدونین یکی از گرفتاری بزرگ اعراب و حتی ایرانی ها و غیره اینه که ما یک فقه اللغه یا واژگان سیاسی نداریم. تا با هم دعوامون میشه میشه مذهبی، چون لغاتی که استفاده میکنیم ازش بار مذهبی داره. ولی الان این داره عوض میشه، و به نظر من تونس نه تنها استثنا نخواهد بود بلکه یک الگویی خواهد بود قابل عرضه در بازار افکار. و شما امیدوارید که این تغییر زبان به تغییر ذهن هم احتمالاً بیاد؟ بله دیگه، بله بدون تردید. میدونی اون چیزی که در دلتون هست روی زبونتون میاد دیگه. بسیار بسیار متشکرم امیر طاهری و حبیب حسینی فرد. ممنون از شما و متشکر
از بینندگان ما که تا انتهای برنامه ما را همراهی کردند. این برنامه مانند برنامه‌های دیگر ما برای مدتی در صفحه دو در وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس است. آدرس ما هست bbcpersian.com/صفحه2. آدرس فیسبوک ما رو هم میدونید facebook.com/صفحه2. هم از طریق ایمیل و هم در وبسایت و همینطور از طریق فیسبوک میتونید با ما در تماس باشید. خوشحال میشیم که نظرات شما رو بشنویم. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب و روزتان خوش.